معدن سنگ مرمر در دره خواجه‌زید ولسوالی دوشی ولایت بغلان موقع دارد و از این معادن در گذشته به گونه غیر قانونی از سوی برخی زورمندان استخراج می شد. مسئولان محلی بغلان می گویند وزارت معادن و پترولیم کار استخراج این معادن را با دو شرکت خصوصی قرارداد نموده و این شرکت ها روند استخراج سنگ مرمر را شروع کردند. توسط شرکت های مستقیم که با مقیاس کوچک یعنی برای مدت 5 سال با هر کدامشان عقد قرارداد شده، اینا مطابق با پلانی که با مقام وزارت طرح و مطابق با او قرارداد حق شده بود، اینا کار خود را آغاز میکنند. والی بغلان میگوید با عوایدی به دست آمده از معادن به مشکلات جدی مردم مانند خرابی پل و پلچک، ترمیم و ساخت سرک‌ها و سایر مشکلات اجتماعی مردم رسیدگی میکند و تاکید بر استخراج فنی و مسلکی معادن دارد. موج ولس او ملت دا اطمینان ورکوو چې دا معدن به په ښه امنیت او په ښه طریقه سره به دلته دا معدن کار کوي، او ولس ته دا ډاډ ورکوو چې تاسو ته به انشاء الله تعالی عامه خدمات کیږي. نو دغه خواهش دی چې زمونږ دغه خرابه سرکونه دغې دپاره باید دوی رسیدګي وکړي. بعض یو نیم پلچکونه دوی ته ډېر ضرورت دي، مشکلات لري. نو هغه پلچکونه دوی دا خواهش دی چې باید زمونږ په پلچکونو باندې کار وکړي. مسئولان شرکت های قراردادی استخراج سنگ مرمر میگویند سنگ مرمر این ولایت را پس از استخراج علاوه بر استفاده بر افغانستان و بیرون از کشور نیز صادر خواهند کرد. موږ په اول دغه مواد را استخراجو، اول کوشش کوو په افغانستان کې د افغانستان ضرورت پوره کړو، بعد افغانستان څخه موږ کوشش کوو چې انشاءالله موږ سره یوادو کې خبره سوې ده لکه چین یواد، ازبکستان یواد، ترکیه یوادونه دا یوادو ولایت بغلان در حوزه شمال شرق کشور پس از بدخشان بیشترین منابع طبیعی را دارد. این در حالی است که به تازگی وزارت معادن و پترولیم طبق یک تفاهم برای 12 شرکت خصوصی نیز اجازه استخراج معادن را در این ولایت داده است.